سلام به شما. با خبر دست و با طول نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه رفت آمد های مقامات پاکستان به افغانستان. این بار مشاور امنیت ملی نخست وزیر این کشور به کابل آمد. در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو می کنند. تاکید جهان بر تشکیل دولت فراگیری در افغانستان. امریکا می گوید ما نسخه نداریم. من فکر می کنم آنچه باید بران پا فشاری کنیم یک روند واقعی معنیدار و مشوره سراسری با افغانان از سراسر کشور و رایزنی با رهبران زن، با بزرگان اقوام و رهبران محلی است. فعال شدن تمامی میدانهای هوایی کشور، آگاهان از این اقدام استقبال می کنند. از میدان هوایی کابل پروازهای خارجی و داخلی انجام میشه. پروازهای نظامی هم از میدانهای نظامی و همچنان بخشای میدان کابل یک بخشش فعلا استفاده میشه. و خوشبینی کابل برای آغاز پروژه تاپی در آینده نزدیک. من بهرام امان میزبان شما هستم. مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه امروز به کابل آمد. امارت اسلامی گفته که درباره مسائل سیاسی، امنیتی، بازرگانی و گسترش روابط کابل اسلام آباد با این هیئت سرگرم گفتگو است. همزمان سفیر پاکستان در کابل دیدار مشاور امنیت ملی نخست وزیر آن کشور را با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی سازنده میگوید. هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری معاوید یوسف مشاور امنیت ملی عمران خان پس از آن که وارد کابل شد با عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرد. روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو می کنند. در این میان سفیر پاکستان در کابل دیدار آقای یوسف را با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی سازنده می داند. همزمان منابع در کابل تایید می کنند که جنجال های پسین در امتداد خط دیورن نیز در آجندای دیدارهای دو طرف شامل است. سفر مشاور امنیتی ملی پاکستان به افغانستان ممکن دو بود داشته باشد. یکی در مورد تکمیل سارکشی سیم خاردار در مرز افغانستان و پاکستان و همچنان مفاهمه در مورد تحریک طالبان پاکستانی. کم در پاکستانی طالبانو بریدونه زیاد شویدی. کلا چه اغیی پر دسمبر که در اربان غزوانو سخه انکارو کرنو بیا بریدونه زیاد شویدی. اور پاکستانیان داوی چه دی توقع دا افغانستان د حکومت نه موجوده چې د طالبانو مخه ونیسي. افغان طالبان دا نه مني چې هغې د پاکستاني طالبان د افغانستان د خاورې نه هغې فعالیت کوي، لیکن پاکستان کې خدای عمومي نظر دی. پیش از این وزیر امور خارجه و رئیس سازمان استخبارات نظامی یا ISI پاکستان نیز از افغانستان دیدار کردند. پس از رسیدن دوباره امارت اسلامی به قدرت، پاکستان در مقایسه به هر کشور دیگر هیئت‌های بیشتر به کابل فرستاده است، اما با گذشت نزدیک به 6 ماه امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. ایالات متحده گفته که برای چگونگی ایجاد حکومت فراگیری در افغانستان هیچ گونه نسخه ندارد. نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با طول نیوز می افزاید امارت اسلامی در نتیجه رایزنی ها با لایه های گوناگون جامعه و یک روند ملی چون لوی جرگه مشورتی شکلگیری نظام آینده این کشور را روشن سازند. از سوی دیگر این مقام بلندپایه آمریکایی خواست روشن جامعه جهانی را از امارت اسلامی اجازه دادن به دختران برای رفتن به مکتب در بهار آینده می گوید. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز می گوید که حکومت آینده افغانستان باید در پی یک روند واقعی و معنادار شکل بگیرد. در واقع نقطه آغاز من برای این بحث با طالبان این است که نه جامعه جهانی، نه ایالات متحده و نه هیچ کشور دیگری به طالبان اصرار کند که شخصیت های خاصی از حکومت پیشین یا شخصیت های مشخص از افغانستان در نظام برجسته آینده گنجانیده شوند. این مربوط ما نیست. من فکر می کنم آنچه باید بران پا فشاری کنیم یک روند واقعی معنیدار و مشوره سراسری با افغانان
از سراسر کشور و رایزنی با رهبران زن، با بزرگان اقوام و رهبران محلی است. تا واقعا مشخص شود که شکل نظام آینده چگونه خواهد بود. بنابراین ما نسخه خاصی در ذهن خود نداریم. اما امارت اسلامی میگوید که کار هنوز هم روی ایجاد یک حکومت فراگیر واقعی در کشور جریان دارد. امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند تا در آینده یک نظام و دولت به معنای واقعی فراگیر داشته باشد. روی طرحهای مختلف هم هنوز گفتگوها روان است. با این حال نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می افزاید که واشنگتن تلاش هایش را برای تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. من فکر می کنم که گفتگوهای ما درباره حراس افغانی در مقایسه به گذشته بسیار صادقانند و بر موضوعات دیگر مانند حقوق زنان، بازداشت های خودسرانه، فضای کاری برای روزنامه‌نگاران و اعتراض های مسالمت‌آمیز متمرکزند و من فکر می کنم ما باید راه‌های را برای اعتماد سازی بپیماییم. این دیپلمات آمریکایی تاکید می‌ورزد که بازگشایی مکتب‌ها برای همه دختران در افغانستان خواستر روشن جامعه جهانی از امارت اسلامی است. این خواست روشن جامعه جهانی است تا زنان و دختران را در همه سطوح پس از نوروز یا 20 مارچ در مکتب‌ها ببینند. ما یک آمادگی واقعی از سوی جامعه جهانی داریم تا بخش آموزش را پشتیبانی کنیم. من نه تنها درباره کمک‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا و آلمان در این زمینه انجام دادند اشاره می‌کنم، بلکه بانک جهانی و تمویل کنندگان کلیدی نیز اشاره می‌کنم. امریکا از تمویل کنندگان بزرگ بانک جهانی است. آنهایی که تصمیم بزرگ را در ماه فوریه خواهد گرفت و آن این است که آیا بخش بزرگی از بودجه را برای بخش آموزش در نظر بگیرند؟ با گذشت نزدیک به 6 ماه هیچ کشور تا اکنون امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. در حالی که جامعه جهانی شکلگیری حکومت فراگیر، فراهمسازی زمینه های آموزش و کار برای زنان، استفاده نشدن افغانستان در برابر کشورهای دیگر و پیکار با حراس افغانی را از پیش شرط های جهان برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می داند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه گفته است که جهان تعریف روشن از حکومت مشمول ندارد. معاون پیشین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار می‌دهد که تنها گذاشتن مردم افغانستان پیامدهای بد بشری و امنیتی را خواهد داشت. او که در یک نشست در بلژیم سخن می‌زد گفت تنها گذاشتن مردم افغانستان فقر را گسترش خواهد داد و این کار به سود کشورهای منطقه و جهان نیست. در همین حال امارت اسلامی گفته که 90% مشکلات اقتصاد کنونی در کشور میراث حکومت پیشین است، اما تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها جریان دارند. ناداری، بیماری و تنگدستی زندگی این خانواده را به چالش کشیده است. شاگل شوهرش را در جنگ از دست داده است و میگوید که برای سفر غیرقانونی به بیرون از کشور همه وسایل خانه اش را فروخت، اما به هدف نرسید. من خود سرپرستم خانه هستم، هیچ کارگر نداریم. دخترم هر دو گرده هایش چرکی، هر دویش گرده هایش بخیست کار افته. تنها شاگل نه، بل ده ها تن دیگر نیز اینجا در بخش از پایتخت برای تقسیم عادلانه کمک های بشری صدا بلند کردند. از روی تذکره برای واقعی داده شود، نه اینکه به کوچه به وکیل ها و به نماینده ها. با این حال معاون پیشین نماینده سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد تا مردم افغانستان را تنها نگذارد. من فکر می کنم که تنها گذاشتن مردم افغانستان و اجازه دادن به آنان برای تبدیل شدن به یک ملت گدا نه به سود خود افغانان است و نه به سود منطقه و جامعه جهانی، چون این کار نه تنها پیامدهای انسانی بلکه پیامدهای امنیتی نیز خواهد داشت. پدیده سابقه است که با میراث به امارت اسلامی مانده و مسئولین امارت اسلامی در تلاش از این هستند که ما از منابع داخلی کشور و همچنان از ناحیه جلب کمک های بیرونی مسائل مردم خود را حل نمایند. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده دانست و خواهان آزادسازی پول منجمد شده این کشور گردید.
سرپرست وزارت دفاع امارات اسلامی هشدار می‌دهد تمامی کسانی که به شورش و آشوب در کشور دست بزنند نابود خواهند شد. محمد یعقوب مجاهد که با رئیس ستاد ارتش از فاریاب، جوزجان و بلخ دیدار کرده می‌گوید شمار از گروه‌ها در تلاش ایجاد ناامنی در کشورند، اما او نام از این گروه‌ها نمی‌برد. او از تلاش‌های برخی‌ها برای دامن زدن به اختلاف‌های قومی یاد می‌کند و از مردمان کشور می‌خواهد تا همبستگی‌شان را نگه دارند. سرپرست وزارت دفاع، رئیس ستاد ارتش و فرمانده قلوردوی 209 الفت اوضاع امنیتی ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بلخ را از نزدیک بررسی کردند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، هشدار می‌دهد که هرگاه فردی در هر بخشی از کشور در برابر نظام کنونی مخالفت نماید، سرکوب خواهد شد. که به شرق کی و که به غرب کی، هر ځای چې هر څوک کده چا وروري، کده چا د اکازوي، کده چا قومي، کده هر ژبې سړی، هغه چې د دې نظام څوک مخالف سو، هغه بس موږ مخالف دی، هغه ته باید د مخالف په نظر وګورو. او از تلاش های برخی ها برای تجزیه کشور سخن میزند، اما میگوید که با چنین افراد برخورد جدی خواهد شد. د هیواد د تجزیه غوښتنه کول او یا د هیواد د تجزیه لپاره کوشش کاوه، هغه که د هر ولایت او هر سمت او هر ژبې وي، هغه زموږ دښمن دی، هغه زموږ د هیواد دښمن دی. در همین حال رئیس ستاد ارتش بر تامین امنیت مرزهای کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اجازه نمی‌دهند تا افراد در صفوف ارتش تفرقه ایجاد کنند. نگذارید که اخلالگرا، دشمنای وطن، دشمنای اسلام در صفوف شما جای بگیرد، با تبلیغات زهراگین و سوءشان صفوف شما را بشکناند. پس از فروپاشی نیروی 352 هزار نفری حکومت پیشین، امارت اسلامی اعلام کرده است که یک ارتش 150 هزار نفری تازه را برای کشور ایجاد خواهد کرد. قاضی یک دادگاه در ایالات متحده به اداره جو بایدن دو هفته فرصت داده تا درباره پول منجمد شده افغانستان تصمیم بگیرد. بر بنیاد یک گزارش تلویزیون الجزیره، اندازه پول منجمد شده افغانستان در نیویورک 7 میلیارد دلار تخمین زده شده و برخی از خانواده های قربانیان 11 سپتامبر خواهان پرداخت غرامت از همین پول هستند. همزمان با این، فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در گفتگوی ویژه با تولونیوز گفته درباره آزادسازی پول منجمد شده افغانستان دادگاه تصمیم خواهد گرفت. در حالی که سرنوشت پول منجمد شده افغانستان در ایالات متحده همچنان ناروشن است، قاضی یک دادگاه در نیویورک از اداره رئیس جمهور بایدن خواسته است تا 11 ماه فوریه درباره این پول تصمیم بگیرد. پیش از این برخی از خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از دولت آمریکا خواسته بودند تا از همین پول برایشان پرداخت غرامت شود. یک چیز معلوم است برای ما که بایدن هم زیر فشار کانگرس است، در اونجا هر نوع نظرها در این باره وجود داره. بانک ها در حال حاضر توقف و ارزیابی وضعیتند. همچنین در داخل ایالات متحده پرونده های دادگاهی وجود دارد که در آن آرزان خاصی در برابر طالبان قضاوت می کنند. بخش اجرایی در ایالات متحده نه، بل دادگاه ها و بانک ها دستور دادند که منابع مالی را آزاد نکنند. اما امارت اسلامی میگویند که این پول دارایی مردم افغانستان است و باید هر چه زودتر آزاد شود. امارت اسلامی افغانستان به هر صورت میخواهد باید دارایی های ملی را به افغانستان پس برگرداند. حادثه 11 سپتامبر هیچ ربطی با افغانستان ندارد. نباید فراموش کنیم که وزارت عدلی آمریکا هم در مورد پرداخت غرامات به او بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر از همی پول های مزدور شده افغانستان که 50% او را به نظر میگیره، او را با نظر داشته باشه. مجموع پول مزدود شده افغانستان در بانک های ایالات متحده به حدود 10 میلیارد دلار میرسد. این پول پس از آن منجمد شد که نظام جمهوری در افغانستان از هم پاشید. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه. از روز چهارم دلو 1367 که برابر است با روز جان باختن کم و بیش 12 سطن از باشندگان ولسوالی سالنگ در کابل،
بزرگ داشت شد. شمار از باشندگان ولسوالی سالنگ گفتند که در آن روز ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین با تمامی جنگ افزار و ساز و برگ‌های نظامیش بر جان و مال باشندگان سالنگ جنوبی حمله کردند و همه دار و ندارشان را به خاک و خون کشیدند. شماری از باشندگان ولسوالی سالنگ ولایت پروان از 33 سالگرد جان باختن نزدیک به 1200 تن در کابل بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان ماجرای تلخ سالنگ را برخواست از بی‌پروایی مسئولان آن زمان می‌دانند. خود را وارثین بر حق شهدای اسلام می‌دانیم. از همین تربیون صدا می‌کنیم که ما متحد هستیم، متحد می‌مانیم، در افغانستان یک ملت می‌سازیم. نسل فعلی و نسل‌هایی که بعد می‌آید باید بدانند که این حادثه چگونه حادثه بوده است. 1200 نفر چرا در یک روز از بین می رود؟ باید این حادثه را به عنوان یک حادثه خونی و یک جنایت نابخشودنی در تاریخ افغانستان، نه با عملیت شوروی بلکه با عملیت طرفهای داخلی به رسمیت شناخته شود و در تقویم حتی گنجانده شود. البته این تلاش از طرف مردم سالنگ باید انجام شود در راستایی که حکومت قبول بکنه چنین حادثه را در تقویم بگنجانند. برخی از عالمان دین هم در این برنامه قتل ناحق را گناه نابخشودنی می دانند و درباره جایگاه جان باختگان سخن می زنند. تمام شهدای شما زنده هستند و انشاءالله در روز قیامت در حضور رب العالمین از شما شفاعت می کنند. الله جل جلاله این شهادت را قبول و منظور و درگاهش بگردانه. از سوی هم شمار دیگر از جوانان ولسوالی سالنگ در اینجا به امارت اسلامی پیامی دارند. پیام ما همی است. همدگر پذیری، همه شمول بودن، اتحاد. ساختن افغانستان آرمان شهدای ما بود و ساختن افغانستان آرمان جوانای افغانستان است. خصوصا جوانای سالنگ. بر روز 4/13/67 اساکر قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین با کارگیری از قوای هوایی و زمینی به ولسوالی سالنگ یورش برده و دست به قتل عام مردم این ولسوالی زدند. میدان‌های هوایی نظامی و ملکی کشور دوباره فعال شدند. رئیس کمیسیون تنظیم میدان‌های نظامی و ملکی گفته فعالیت‌های این میدان‌های هوایی پس از سقوط حکومت پیشین متوقف شده بودند، اما اکنون دوباره فعال شدند. از سوی هم شمار از آگاهان اثرگیری فعالیت‌های میدان‌های هوایی کشور به ویژه میدان‌های نظامی را از بهر انجام عملیات‌های ویژه نظامی و رسانیدن کمک به مردم در حالات اضطرار بسیار مهم می‌دانند. پس از سقوط حکومت پیشین، فعالیت‌های 27 میدان هوایی یعنی میدان‌های هوایی ملکی و نظامی متوقف شدند. اما فعالیت‌های برخی از این میدان‌های هوایی به تدریج اثر گرفته شدند. اکنون امارت اسلامی می‌گوید که تمامی میدان‌های هوایی ملکی و نظامی در کشور دوباره فعال شدند. اکثریت این میدان‌ها جنجال نداشتند. ما به انشان. یعنی دو تقسیم بود. بغیر از میدان‌های محدود مثل میدان خواجه‌رواش، میدان قندهار و خوست، دیگه میدان ها مشکلات کم بود. با گفته آقای حکیمی، اکنون 3 میدان هوایی نظامی به شمول میدان هوایی بگرام، شورا به هلمند و میدان هوایی شیندند فعال هستند. 5 بخش را ما به 2 بخش تقسیم کردیم، یکی نظامی و یکی ملکی. چرا که ضرورت دیگه نیست. اینجا خو یک حکومت است. بیشتر چون حکومت ها بود دخیل بود، آنها کاری خود را در رمی اختلاف منافیشان بود. از میدان هوایی کابل پروازهای خارجی و داخلی انجام میشه. پروازهای نظامی هم از میدانهای نظامی و همچنان بخشای میدان کابل یک بخشش فعلا استفاده میشه. از سوی هم شماری از مسئولان پیشین وزارت هوانوردی و ملکی کارگیری مشترک از میدانهای هوایی ملکی و نظامی را یکی از چالش‌ها در برابر توسعه هوانوردی می‌دانند. گزینه‌های بسیار خوبی را مانند میدان هوایی شنگ در لوگر، بسچند در هلمند، بگرام در کابل و شندن در غرب افغانستان داریم. این در حالی است که چانه‌زنی درباره واگذاری قرارداد ارائه خدمات میدان‌های هوایی افغانستان میان امارت اسلامی، ترکیه و قطر در دوحه جریان دارد. هرچند این 3 طرف در این باره توافق عمومی کردند، اما تا کنون به توافق نهایی دست نیافتند. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه.
ریاست عمومی پاسپورت از بازداشت 6 تن به اتهام کمیشنکاری و جعل اسناد سخن میزند. مسئولان این ریاست گفتند که این کمیشنکاران در بدل پول هنگفت به شهروندان گذرنامه و نکاح خطهای جعلی تهیه میکردند. رئیس عمومی پاسپورت با اشاره به بازداشت 6 تن به اتهام کمیشنکاری و جعل اسناد تاکید می‌ورزد که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا از نام امارت اسلامی و ریاست پاسپورت سوء استفاده نماید. د امنیت داخلی کسانو ملګرو او د پاسپورت پر ریاست کې امنیتی مسولینو وکولای شو چې نن یو تعداد هغه کسان ونیسی چې دوی په جالی پاسپورتونه جوړول. از وخت کې ریاست پاسپورت شروع شده تخمین به تعداد 250 نفر کمیشنکار کونا میخواستن توسط جل، توسط فریب مردم مظلوم افغانستان را فریب بتن. الحمدلله هم اینا دستگیر شدند و با پنجه قانون سپرده شدند. مسئولان امارت اسلامی میگویند که بازداشت شدگان در بدل پول هنگفت تا $3,600 برای شهروندان گذرنامه و سندهای جعلی از جمله نکاح خط تهیه میکردند. $600 کسی دیگه از مزار پاسپورت پیسه داده بوده و او دما نفر 800 داده بود و من اینجا به نام نوید نام نفر 500 داده بودم که احکام کرده بود، نفر بایومتریک شده سلیب خودم گرفتن، ولی پاسپورت که نامد نفر آمده در نواقص پشت پاسپورت خود دید که نامده بوده که اسناد جعلی بوده. فعلا همیشه کار بگم یا تصویر بیسه گیرم دیم آره از همزی قدرت نام پاسپورت گرفتم ده علی داده بودم ای به جور کردم. از سوی دیگر مردم همه روزه در پشت در ریاست پاسپورت در کابل این گونه صف می کشند. ریاست پاسپورت مثلا پاسپورت بده به مردم مشکلات به مشکلات مردم رسیدگی کنه، مردم عکس سای نفوذ سای کو جمعیت سای کو کل مریض داره مشکل داره. از امارت اسلامی خواهش میکنم که لطفا هر چه زودتر ریاست پاسپورت رو باز کنن که تا مردم ما با مشکلاتشان محصلین هستن، بیمارا هستن، امیال ما خود ما بیمارا رو میبینیم که بسیاری سرطانی هستن، توان ششتن و خیستن ندارن، منتظر هستن که دکتر صاحب چی وقت میآید. اما مسئولان ریاست پاسپورت یک بار دیگر وعده می سپارند که روند توزیع گذرنامه ها در کابل به زودی از سر گرفته خواهد شد. وقفه. در اخیرم بریم بیرون از کشور. اوکراین از نحوه برخورد امریکا در برابر حمله احتمالی روسیه بر این کشور انتقاد کرده و گفته که به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرده. اما وزارت دفاع امریکا گفته که مسکو توان نظامی دارد تا بر اوکراین حمله کند. مسکو هر گونه حمله بر اوکراین را رد کرده و تاکید بر خواستهای امنیتی خیش از سوی ناتو و واشنگتن دارد. از سوی هم ناتو از آمادگی در برابر هر گونه حمله احتمالی روسیه خبر می‌دهد. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ادب. شب خوش، تا فردا، بدرود.